شعرا تمام شعرای ایران بایستی بگم، یعنی قریب به اکثریتشون برای زن شعر گفتن، اعم از شاعرای کهن از زمان حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی گنجوی، شیخ اجل سعدی، حافظ بزرگوار، تا برسه به شعرهای معاصر مثل الان شادروان حمیدی شیرازی، دکتر حمیدی شیرازی، رحیم عیری، فریدون توللی، اینا همه به طور کلی. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه داستان زال و رودابه، درباره رستم و تهمینه، درباره سودابه و سیاوش، گردآفری، اینا همه شعر گفته. حکیم نظامی درباره خسرو شیرین، لیلی مجنون که البته داستان عربیه ولی خب به فارسی برگردونده شده، و همچنین هفت پیکر، اینا برای زن گفته شده. شیخ اجل سعدی میفرماید غزلای متعدد از جمله ای کاروان آهسته رو، کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، برای زنه. یا حافظ بزرگوار اون تابلو به اون زیبایی، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیراهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب مست به بالین من آمد بنشست، الی آخر. اینا برای زن گفته. دکتر مهدی حمیدی اون داستان مرگ قو، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، تا اونجا که میرسه میگه تو دریای من بودی، به منجه هست، به زنه. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. یا شادروان رحیم عیری اون عشق محبت، یا یه قطره عشق، شعر اون داستان روستایی که شب بارونی طوفانی میخواد از این ده بر ده دیگه بدون وسیله، زن بسیار زیبایی داشت و واقعا شعر از شعرهای بسیار بسیار زیبا است و من حیفم میاد که نخونمش. همیشه هر جام خوندم این شعر رو تمام خوندم، که عزم وداع کرد جوانی به روستای، در تیره شامی از بر خورشید طلعتی، تب هوا و دژم بود و چرخ از فراز ابر همچون حباب در دل دریای ظلمتی، زن گفت با جوان که از این ابر فتنه‌زای، ترسم رسد به گلبن حسن تو آفتی، در این شب سیه که فرو مردشم ماه، ای مه چراغ کلبه من باش ساعتی. مرد جوان ز جنبش طوفان نداشت باک، دریا دلان ز موج ندارند دهشتی، برخواست تا برون بنهد پای زن سرای، کورا دیگر نبود مجال اقامتی. سرو روان زنش،
سرم روان که عزم جوان استوار دید، افراخت قامتی که به پا شد قیامتی بر چهره یار دوخت. به حسرت دو چشم خیش چون مفلس گرسنه به خوان ضیافتی، با یک نگاه کرد بیان درد اشتیاق، بی آن که از زبان بکشد بار منتی. چون قطره سرش چون قطره که لغزد بر صفحه ز سیم، لغزان به سیم گون رخ او اشک حسرتی. زون قطره سرش فرو ماند پای مرد، یک سر ز دست رفت اگرش بود طاقتی. آتش فتاد در دلش از آب چشم دوست، گفتی میان آتش و آب است نسبتی. این طرفه بین که سیل خروشان در او نداشت چندان اثر که قطره عشق محبتی. بریزدن دیگه. یا فریدون توللی، بلم آرام چون قوی سبکبار به نرمی بر سر کارون همی رفت که از بابا طاهر یاری گرفته، اونجا که میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی در دو سر بی. اینا همه برزنه. این دوست عزیزم جناب علیرضا شجاع‌پور خداوند سلامتش بداره، اینا رو جمع کرده یک جا به نام اگر زن نمی بود، تحت عنوان اگر زن نمی بود. اگر زن نمی بود دنیای هستی، چنین فتنه انگیز و زیبا نمی شد. دل مرد در آرزوی وصالی، چنین سخت غرق تمنا نمی شد. اگر زن نمی بود مجنون دلخون زندوه لیلا و به صحرا نمی زد. پی کندن کوه فرهاد نامی دلانگونه شیرین به دریا نمی زد. اگر زن نمی بود با کاروانی به شهری نمی رفت، اگر زن نمی بود آرام جانی به شهری نمی رفت با کاروانی. دلی خسته از گرد راهی نمی شد که با کاروان می رود دلستانی. اگر زن نمی بود آشفت زلفی سراحی به کف ره زن دین نمی شد. غزل خان و خندان لب و زورت در هم به مستی کسی را به بالین نمی شد. اگر زن نمی بود عشق نیازی ره مرد دریا دلی را نمی زد. نگاهی زهر گفتگو پر زبانتر ره عقل و دین عاقلی را نمی زد. اگر زن نمی بود موج خیالی بلم را به نرمی به کارون نمی برد. از این غم که یک سر بود مهربانی، دل مهربان کسی خون نمی خورد. و بالاخره اگر زن نمی بود از عشق هوا طبیعت به آدم نصیبی نمیداد و آدم برای گل روی هوا بهشت برین را به سیبی نمیداد. درود به علیرضا شجاع‌پور با این سرودش.